من برای شما یه حکایه میگویم، کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زنی داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها، خسرو زنی داشت به نام شیرین و باری میگه در قصر نشسته بودند. بناگاه میگه یک ماهیگیری و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند، این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت و این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه که بود 4000 تنگه براورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. این شوهر وقتی که اکو بگپی زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چیگونه؟ گفت تو یک ماهیگی را گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر میشود، زلالی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دهی میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همان ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگد شرفته شد و گو راست میگویی. گو من علاقه مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشد که وای فیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گو نه، گفتی را یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهیه که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار، اگر گوید ماده هست بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنسا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما واری خنده کرد و گفت خزینه دار اگو 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت، تنگه های اون چنخه مثل آهن بود، 8000 تنگه شد، بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزن وزدین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جای بش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نامد، به زن خسرو. دو خسرو گفت این صیاد ببین چی عملی نازیش دارد، 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلامی تو همون تمیک زرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت این قدر آدم ممسیک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم، این قدر وزنی وزنی نگفت، برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت تا زیادر بگرداند، تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گو برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست، من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیری پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند.
و چی گفتن؟ گفتن وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی هایی که این برادر حاجی کرده است از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بدی بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم، آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خورسندی آیت خوانی مصیبت میارد. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیارد. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند مصیبت نمیارد. $1,000 $2,000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم مصیبت نمیارد. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم مصیبت نمیارد. معرکه های سیر خراجات و بیمانی که در خانه ما و شما رخ میدهد اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میارد. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است، خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است، خوش به حال آن برادری که در خاندان او ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قاموا عن مثل جیفت الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتن اونها نعمت های حلال کرده را نخوردن، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردن، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتن. در معرکه ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه ای که اگر یک حدیث پیغمبر خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1,000 و $2,000 ده این نعمت ها را برای مردم خریده است و ای گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است، باید در نزد خدا اجر ثواب را میگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره سیوم شاید اکثر شما دانید. ثم لتسألن یومئذین عن النعیم. البته به البت اینجا نون نونی سقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البت خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست، حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دست ها، اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم،
از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یکان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین، چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها، شما میگوید با این چشم این آسمان بی‌کنار تماشا کنید، شما با این چشم این آسمان بی‌ستون تماشا کنید، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنید. با این چشم شما این بحرها در نظر کنید که این قدر حیوان ها در داخل او ریسک روزی آفته خورده ایستادن، اینها را شما نظر کنید. این چشم برای او هست میگوید، این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینا باید آیات قرآن شنوند، اینا باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود چی میگوید؟ هر گر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمی بیند، آن گوشی که حقیقت را نمی شنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است، وی کور است وی کر است بلکه از اونم دیده پستر است. حالا در قرآن میگه سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپای ها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در توی خانه آیت خوانن مصیبت نمیارد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت میارد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملک های غریبی کار کرده ایستاده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین یا رب العالمین.